بیا بیا. سلام آدر. سلام. مخلصی دوستم آرزو موتی. سلام موتی. آقای فولاد مصطفی قهرمان بوکس کشور. خیلی خوشبختم. ببخشید آخشیار نیست؟ آخشیار رفت یه خورده خرید کنه الان میاد. من می‌خواستم با دوستم برم تو اتاق. بابا این حرفا چیه برو آقا؟ برو خونه خودتونو برو آقا. اشکال نداره. نه آقا میدونم حرفا شب اینجا بمونه. گفتم یه سوالی از آقا خشایار بکنم. بابا خیالی اصلا 10000 شب بمونه نه آقا بروز. بابا چی نه بابام خیلی با معرفت تر حرفاست. بفرمایید. میگم حالا اگه اشکال داره همینجا میشینیم تا بیان. بابا آقا تعارف که نمی‌کنیم. میگم بریم بابا خونه بابام. بفرما. بابام خیلی با معرفت تر از اینه. برو آقا. او فولا تو هم کارایی میکنی ها. خب بابات ناراحت میشه میگه 10000 شب بمون. بابا من حالا افه معرفت گذاشتم فقط نظر بابام بفهمه. نه با تو یک کلام به من بگی میخوای نفهمه. آراده باشه بیا. این چی بود؟ نقص پا. بیا بابا بیا این کارا تو رینگ در کن آقا. بابا من تو دکونه حسین بیا فروش شدم دیدم حمید با یکی از دوستاش رفت رو خونه. بله آقا شد رفیقش بود. فولادم گفت 10000 شب بمونی مهم نیست. چی بودش؟ غلط کرده. مگه اینجا مسافرخونه است؟ مگه کافه هر چی برمی‌داری می‌بری بخونه؟ یواش‌تر بابا. رفیقش دو روز اینجا مهمونن دیگه بابا. تو حتی ازم بچه پکردی با چی طرفی؟ من خودم دیدم یه فرودش بود. میدونم بابا رفیقش بود. من اجازه گرفتم بابام میدونی چی آقا بهروز؟ این جوونا میخوان خونه جدا بگیرن چیکار کنن؟ دنبال صفاچی کیشو بگردن؟ دنبال رفیق قاضی بگردن؟ من نمیذارم. داد نزن زشته بابا جون. میشنوه بده. کجا دنبال این کاراست بابام؟ با آدم حسابیه. من حالا حالیشو میکنم. مگه جو هتل زده؟ مگه کافه گلاس هست؟ نه بابا. بابا کافی شاپ کافه گلاس هست. همون کافه گلاس هست. به من بهت میگم نگون دیگه. مقصد توی که میگه آب را آدم رو میبری تو. آخش فلان شما ناراحت نشو الان میشنوه بده وعیدم بعدن جبران میکنه دیگه. ولش کن ولش کن آقا جون. داد داد آخه چدی تو کافه گلاسن بابا کافی شاپ تو همه همون من چی دایی میشه جون بوده سلام آخش. سلام دوستم رضا. خوشبختم آقا. آقا ببخشید ما مزاحمتون شدیم دیگه. ما کم کم با عزتون بریم. تشریف داشتین آقا رضا. خیلی متشکرم. ممنون. با عزتون. آخاشه منم میرم بیرون یه قدم بزنم برمیگردم. واجبش قدم بزنم. بابات این مسائلم معذرت میخوام. خدا ناراحت نشی همین جان. خیلی آقایی. بیا بابا. خب شنید آبرومون رفت. بیا. شنید بچه باید تربیت بشه. من میگی تو اینجا رسیدی من تربیتت کردم. من نوکرتم هستم آجون. فولاد جون بابات حق داره دیگه. آخشر بنده خدا چیکار هست این وسط؟ همش تقصیر آقا وعیده که میگه چطوری آقا وعید؟ خیلی مخلصی. اتفاقا الان شما که نبودی ما این چه صحبت هایی کردیم؟ آقا روز میرونه کلمه من تمنی دارم سردش بدنم. آقا وعید این تو باشگاه مسابقه دارن استانی من باید برم باش کار کنم. چطوری آخشایار با زحمت های ما؟ مخلصیم آقا. ببخشینا به خدا خیلی زحمت افتاد گردنه. آجون تو من فقط به خاطر تو این کاری کردم. تو چی؟ نه بودجه چو دارم که برسم به یه نفر همیدی؟ نه حوصلت چو دارم. آخشایار من که براتون توضیح دادم همه چی پای خودشه. از اول تا آخر همه چی پای خودشه. شما هیچی قبول نکنید. همه چی پای خودش بد باشه. باشه آقا باشه. تو خیالت راحت باشه. آقا بایی شرمنده ببخشید. داداش شما هم جوونه. زشت اینجوری اذیتش نکن. بابا دارم حرف میزنم آقا. تو خیال راحت باشه. چقدر وارده آقا بروز. اتفاقا من میخوام هیچکی حمایتش نکنه ها. آقا بروز با شما دارم صحبت میکنم. جواب شما رو میخوام. هیچکی نمیخوام هیچکی حمایتش کنه. اومده بود دم خونه ما از من پول بگیره. من بهش پول ندم آقا خشار چون پولش داره طعم میکشه. یه وقت اگه از شما پول خواست بهش پول ندینا. نه هیچ. من میخوام بفهمه پول در آوردن چه شکلیه. سعی کنه پول در از منم پول خواست بهش ندم. آقا بروز هیچکی بعدا خواهش بس کن دیگه. این بالا پای میپره. خب بابا دارم ورزش میکنم دیگه. جانه اینایی میگی نمیخوام ورزش کنی. برو خونت. بده برو خونت. آبا آقا خشار مسابقه داره اینجوری نه. آقا اصلا من آقا بیروز خود کردش. من باید فکر کنم که با این پسره باید چی کار کنم. نمیدی مسابقه استانی داره مدال طلا میخواد بگیره پسره. من برم الان
من یه مسابقه استادی دارم دیگه. باش بفهم. فکر بکنم. بله بله شما مخلصی باقا. چاکرتم. آقا وای شما هم کاری کردی ها، داداشتو سپردی به خشایار، خونه مجدد گرفتن از سرش میپره، هیچی زندگی کردن هم از سرش میپره. آقا بروز مهم اینه که درست فکر کنه، فقط همین. بیا تیکر بیا. چی؟ بیا. نه من نیستم. هستی ها میگی نیستم. من نیستم. جرب یه دونه. نه داغون میشن، داغون میشن. آره راست میگی، منم فکرش کرده بودم. باشه باشه. حرف میزنه تلفون سوخته. ببین رضا جون من الان شرایطم مساعد نیست، فردا با تماس میگیرم. آره حاضر خود باش. خدافظ. چه عجب. بله هیچی دارم حساب کتاب میکنم. بیدی تو 4000 تومن باید بدی. 4000 تومن آقا خشایار؟ من تازه یه روز اومدم اینجا. باشه. تو چی؟ پول نهارت 500 تومن شده، پول شام 455 تومن، یه حلب روغن، 4 کیلو برنج، 2 کیلو میوه، با پول تلفن. فهمیدی؟ آخشه یا روغن و برنج که مال 1-2 روز نیست، مال 1 ماهه. بعدش من میخوام یه چند روز اینجا باشم. خب بسر تو انگیزه شدی که من رفتم اینا رو خریدم، بگم خودم که یه سیر میرم اینا رو میخرم. فهمیدی؟ بله. خب پولو بده. آخه اومدی یه نسازی ها، یعنی دنگه تو بده. بده. چی شد؟ الان میدم. بده. آخه چرا شرمنده، 3500 تومن بیشتر ندارم، کل موجودیمه. یعنی تو هیچی تو جیبت نداری؟ ندارم دیگه. نه که خیلی بده. بذار جیبه. باشه حالا آخر شد یار. بسر دستون درد نکن. بده بسر اینو بذار جیبه. ببینم چیو؟ پوچه ای ببینم. بفهم. این میذارم به حسابت. نهیدی؟ با آره. بعدش هم فردا قبل از اینکه چیزی بخوری پولو چه باید بدی. نهیدی؟ با داری چی کار میکنی؟ دارم درس میخونم. لازم نشده بابا. باشه میخوای بگیریم بخوابیم. باشه چراغ خاموش کن. باشه پس بذار من یه تلفن بزنم بعد. وای این حرف تلفن رو زدش. من نمیدونم اون دوست چیه که حرفتون تمومی نداره. من بگم ما یه تلفن بسوزونیم. بابا جان تلفن برای استفاده است، ولی تو داری مصرف میکنی. باشه جان تو برکو دیگه بخواب. باشه میخوابم. خوبه؟ آفرین بسر خوب. باشه. مو علم تو اونجا نذاره بقید کمد. من گفتم که کمد آخری مال توست، بعد مو علم تو.